سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شاهین عبدی هستم و امروز اومدم در مورد یک تجربه ای که همین چند روزه به دستم اومده باهاتون صحبت بکنم. این تجربه برای من خیلی عجیب بود و احتمال داره که برای شما هم اتفاق بیفته و برای شما هم مفید باشه. اگر دوست دارید که این تجربه رو بشنوید با من همراه باشید تا اینکه ببینیم این تجربه چی بوده که من در مورد اون ویدیو ساختم. خب همونطور که میدونید من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی تکنولوژی فضایی هستم در دانشگاه پاریس که امسال در واقع رشتم رو تموم میکنم و خب مثل همه ایرانی ها یا همه دانشجویانی که مثلا دوست دارم بیان خارج، تصمیم داشتم که یک روزی که اومدم رشتم رو تا دکترا ادامه بدم و بعد برم چند تا پستاک بخونم و اینجور چیزا تا اینکه برای خودم یک پوزیشنی پیدا بکنم و تو اونجا مثلا مشغول به کار بشم. ولی خب بعد از ارتباط با چندین مثلا استاد به این نتیجه رسیدم که من در صورتی که دکترا بخونم مجبورم برم چندین تا مثلا پستاک بخونم تا اینکه مثلا بتونم برای خودم کاری رو مثلا پیدا بکنم و اینجور چیزا. بنابراین تصمیم گرفتم که رشتم رو توی همین مستر نگه دارم و به جای اینکه برم دکترا بخونم برم یک رشته‌ای بخونم که همزمان با رشته خوندن، یعنی همزمان با درس خوندن کار هم بکنم. در چه زمینه‌ای؟ در زمینه دیتا ساینس که شاید خیلیاتون شنیدید که یکی از بهترین رشته‌ها هست برای آینده. برای چند سال آینده شما مطمئن باشید که دیگه به دیتا ساینتیست نیاز 100% پیدا خواهند کرد، هرچند که الان 90% 80% شاید میتونم بگم که در واقع نیاز دارن. شرکت های مختلف مثل شنل، مثل کهول، مثل شرکت های بیمه یا شرکت هایی که در زمینه مارکتینگ کار میکنن، خیلی از شرکت ها، حتی شرکت هایی که یا مثلا مؤسسات یا لابراتوارهای پزشکی، لابراتوارهایی که در زمینه ریاضیات فیزیک کار میکنن و الی آخر. اما این تجربه چی بوده؟ یعنی در واقع هدف من این نیست که به شما توضیح بدم که من چه رشته ای رو میخوام بخونم. هدف من اینه که بگم که در طول مصاحبه‌ای که با من کردن، با من انجام دادن، چه چیزی گذشت. در طول مصاحبه من خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه یکی از من بپرسه خب تفاوت ماشین لرنینگ با دیپ لرنینگ چیه، نمیدونم هوش مصنوعی چیه، چه تفاوتی دارن این سه تا با هم دیگه، پایتون چقدر بلدی، آر چقدر بلدی، نمیدونم یه سری سوالای از این قبیل ازم بپرسن. ولی خب خیلی جالب بود بعد از اینکه نگاهی کردم به رزومه‌ام گفتن خب خیلی چیزا تو رزومه‌ت داری، الان تنها سوالی که برام مونده اینه که سرگرمی های تو چی هستن، یعنی تو توی اوقات بیکاری چی کار میکنی؟ من برای جواب دادن به این سوال خیلی تعلل کردم، یعنی عجیب بود برام که یعنی چی سرگرمی چی هستم، مثلا بگم مثلا کدنویسی سرگرمیمه که درست نیست. بعد یهو یه رزومه هایی که مطالعه می کردم تو اونا دیدم که بعضی سرگرمی هاشون رو می نویسم و گفتم خب سرگرمی های من مثلا موسیقیه، سرگرمی من مثلا بازی شطرنج، کتاب خوندن و اینجور چیزا. بعد خیلی جالب بود برام که چرا این سوال رو میپرسن، اصلا چه دلیل داره که این سوال رو بپرسن، وقت استخدام، وقت پذیرش. رفتم توی اینترنت نگاه کردم و دیدم که برای فردی که شما رو میخواد استخدام بکنه فقط مهارت‌های شما ضروری نیست، اون میخواد ببینه که فردا توی شرکتش شما میتونید ارتباط برقرار بکنید، مثلا با مدیر، مثلا با یه زیردست، مثلا با یک همکار و الی آخر. در واقع اینها، این سرگرمی ها باعث میشن که شما بتونید ارتباط برقرار بکنید و مثلا شما خیلی راحت مثلا با خوندن یک کتاب میتونید در مورد اون کتاب حرف بزنید، با دیدن یک فیلم میتونید در مورد اون فیلم حرف بزنید و الی آخر. این تجربه بود که به دست من رسیده. من در بخش رزومه نویسی شاید به این موضوع اشاره نکردم که شاید هم گفتم که ننویسید این رو، ولی خب توی بخش رزومه نویسی شاید به این موضوع اشاره نکردم که سرگرمی هاتون رو بنویسید.
اگر این ویدیو رو دیدید که توصیه میکنم ببینید، چون این ویدیو خیلی ویدیوی خوبیه برای کسایی که میخوان رزومه بنویسن. ولی اگر این ویدیو رو دیدید، هر حرفی اونجا زدم در مورد این بخش سرگرمی، اون رو حذف بکنید و یک سرگرمی به آخر رزومتون اضافه بکنید و بنویسید که چه چیزهایی برای شما اینترستینگ، جذاب، جالبه. و موقع مثلا اون زمانایی که فراغتتونه چی کار میکنین؟ شطرنج بازی میکنین؟ ورزش میکنین؟ هر کاری، این رو بنویسید و سعی کنید یه چیزهایی بنویسید که سوشیال باشه، یعنی یه چیزی که نشون بده که شما یک فرد اجتماعی هستید، که این شانستون رو بالاتر میبره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. در صورتی که شما هم تجربه مشابه داشتید یا هر تجربه دیگه‌ای، میتونید در زیر این ویدیو برام بنویسید. و اگر از ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره که همچنین ویدیوهایی رو از دست ندید. و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.